سلام، صابر تهانی هستم از گروه طراحی روشن. طراحی ذهنی برای خیلی از طراحا جذابه. اینکه اون ایده و روایتی که توی ذهنمون هست و روی کاغذ بیاریم فوق‌العاده به نظر میرسه. من همیشه اینجوری تصور میکنم که اون فیلم و روایتی و داستانی که توی ذهنمه رو به صورت دستی روی کاغذ پرینت میگیرم و میتونم به اطرافیانم نشون بدم. البته زمانی که هنوز طراحی ذهنی و تمرین نکرده بودم، اون چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که روی کاغذ می اومد کمی متفاوت بود، کمی که البته یه مقدار بیشتر، و دل سردم میکرد. امروز قراره یه چالش یا تمرین داشته باشیم. قبل از شروع این چالش و تمرین که روالش رو بهتون بگم، سه تا نکته لازمه بگم. این کلیپ هم به عنوان یک کلیپ محتوای رایگانه و هم به عنوان آپدیت یکی دیگه از تمرین‌های جلسه دهم دوره طراحی پایه به سبک انیشتن. تو انتهای جلسه دهم که در مورد طراحی ذهنی صحبت کردیم، گفتم بهتون که طراحی ذهنی یه مبحثی نیستش که من بگم که یک ماه تمرین می‌کنم و مسلط بشم. باید مداوم کار بشه و توصیه من اینه که حداقل هفته‌ای دو بار تمرین بشه. و نکته دوم، قبل از این تمرین حتما طراحی چشمی خودتون رو تقویت بکنید. لازم مدل و اشیایی که دور و برتون هست رو خیلی دقیق ببینید، یعنی اون خطی که میبینید واقعی باشه، نه اون تصویری که از کودکی توی ذهنتون هست. این روش ها رو البته تو فکر میکنم 8 جلسه ابتدایی طراحی پایه انیشتن گفتیم و اگه هنرجو این دوره هستید مسلط میشید. و اگر خوب ببینید یه تصویریو، خوبم میتونید توی حافظتون ذخیره کنید. نکته سوم، مدلی که من انجام میدم فقط برای اینه که چالشش یه مقدار جذابتر باشه و تمرین جذابتر به نظر برسه. وگرنه شما از مدل‌هایی که ساده‌تر هست، حالا من یه تعداد مدل رو آماده میکنم تو سایت قرار میدم تو همین مطلب که بتونید دانلود بکنید و از رو همونا کار بکنید. و سعی بکنید به ترتیب، چون سطح سختی اون تمرین ها رو جوری تعیین میکنم که به ترتیب کار بکنید تا مهارتتون تقویت بشه. به همون ترتیبی که توی چکلیست قرار میدم که میتونید دانلود بکنید، به همون ترتیب تمرین رو انجام بدید. من خودم در حال یادگیریم و این تمرین برای خود منم چالش بزرگیه، پس سعی میکنم خیلی دقیق انجامش بدم. وسایل لازم برای این تمرین و چالش یه مداد یا خودکاره، من از خودکار استفاده میکنم، و دو تا اتاق یا فضای مجزا، یه کاغذ یه رو سفید خیلی ساده و تصویر یا مدلی برای تمرین. من از یکی از نقاشی‌های خانم نارویی که برای دوره آبرنگه استفاده کردم. بی اجازه برداشتین؟ ببخشید حالا. و تمرین رو شروع میکنیم. میشینم و به تصویر یا مدلم نگاه میکنم. بعد میرم اتاق دیگه و تا هر جا یادم بود طراحی میکنم. نباید از خودم طراحی کنم، یعنی با تصویر مدلم تفاوت داشته باشه. هر چی یادم بود و طراحی میکنم، بعد دوباره برمیگردم و به مدلم نگاه میکنم. این کارو تا تکمیل طراحی انجام میدم. حالا رفت آمد من 20 بار یا 30 بار یا هر تعدادی که لازمه باشه تا طراحیم به سرانجام برسه. جزئیات و نسبت‌ها باید کامل باشه. و قوانین این تمرین یا چالش، حق استفاده از خطکش یا وسیله اندازه‌گیری رو ندارم و بهتر مدل با فاصله ازم باشه. میتونم با مداد نسبت گیری بکنم یا اندازه گیری بکنم. در مورد اندازه گیری تو سایت آموزش دادیم. بهتر از پاک کنم استفاده نکنید. دلشو بارها گفتم. تمرین تمرینه و اشتباه بخشی از تمرینه. حالا قسمت سمت راست صورت، شیب خطوط و فضای منفی رو دقت میکنم. خب برای شروعش من یک کادری رو مشخص کردم،
و از کناره های کاغذم استفاده کردم، فاصله ها. البته این سبک منه، یعنی شما میتونید از سبک دیگه ای استفاده بکنید، ولی من الان به نظرم اینجوری بهتر بودش. حالا میام نقاطی که توی ذهنم هست و به عنوان فاکتور انتخاب کردم و مشخص میکنم. قسمت کناره صورت و فرم چانه رو یکم بررسی میکنم، شکلش رو سعی میکنم تو ذهنم بمونه. من از خودکار استفاده کردم که نتونم پاک بکنم. شما میتونید از مداد استفاده بکنید، ولی توصیه‌ام بازم گفتم که از پاک کن استفاده نشیم. تا اینجا یادم بود، دوباره باید برم ببینم. قسمت محل گوش و شیب گوش و با قسمت کناره سمت چپ رو این بار بررسی میکنم. خطوط اصلی رو فعلا مشخص میکنم. حالا ممکنه اشتباه باشه، از نسبت های فضای منفی استفاده کردم. همونطور که میدونید توی جلسه چهارم صحبت کردیم. حالا برم، البته من داخلش چون صحبت میکنم تمرکزم یک کم کم شده، برم دوباره نگاه بکنم. بیم نسبت های چهره و خط مرکز بینی رو مشخص میکنم این بار. حالا فکر میکنم برم سراغ چشم چپ بهتره و بعد چشم راست، یعنی چشم چپ و مبدا قرار بدم و بعد طراحی رو شروع کنم. اینجا رو که مشخص کرده بودم جای چشم بود که روی خط مرکزی عمودیه. این چشم رو طراحی میکنم، بقیه رو نسبت به اون مشخص میکنم. حالا چشم راست رو بررسی میکنم ببینم شکلش چجوریه، به منحنیاش دقت میکنم. این چشم رو باید یکم بزرگتر میکشیدم، حالا اشکال نداره. فرم خط زیر بینی رو باید تصور کنم، ولی تصور کردنش یک کم سخته. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
این قسمت ها رو خانناروی چون آب رنگ کار کردن، رنگ های مقدار پخش بوده و مرز خیلی مشخصی نداشته، ولی من حدودی میام یه شکلی رو توی ذهنم مجسم کردم، همونو طراحی میکنم. این قسمت نسبتش رو اشتباه کردم و خطی که اشتباه کردم و یه مقدار بلندتر شده، میبرم توی سایه زیر قسمت فک. خب جهت نورم من حفظ کردم، جهت نور از قسمت بالا یعنی این سمت تابیده شده و طبق حالا چیزهایی که میدونم یک کم سایه ها رو مشخص میکنم. تیرگی چشم و اون چیزی که خودم بلد بودم و قرار دادم، حالا باید برم الان چک بکنم. الان میرم شکل سایه ها رو سعی میکنم حفظ بکنم. بیام تیرگی های زیر چشم و این خط زیر چشم چون به صورت محوظش با حرکت رفت و برگشتی ایجاد میکنم. قسمت های روشن رو یادم مونده. خب موها رو خیلی بلند کشیدم، حواسم پرت شد. شکل اینجا رو چون حفظ کرده بودم ولی موها رو یکم بلند کشیدم. این شکل پیچ و خم شال یا پارچه که روی سرش هست یکم زیاد زمان فیلم رو طولانی میکنه. من چیزی که ذهنم هست این تصویر و شکلی که تجسم کردم و طراحی میکنم و خیلی روی اون خطا و بافت پارچه تمرکز نمیکنم.
شکل حروف الفا رو من تجسم کردم. چشما رو به نظرم کوچیک کشتم، یعنی چیزی که الان احساس میکنم که اشتباه هست، چشما کوچیک شده، نسبتشون رو اشتباه گرفتم. دیگه کارش هم نمیشه کرد، یه مقدار سایه پردازیشو اون چیزی که الان تو ذهنم مونده رو کار میکنم و دیگه تمام، دیگه نمیرم برای چالش، فکر میکنم کافی باشه، رفت و برگشتم هم خیلی شد. دیگه بیشتر این سایه رو دارم از خودم میزنم، طبق اون فرم هندسی که دارم، یعنی زیر پارچه اگه سایه‌ای داره، چون الان محل نور رو که میدونم و فرم هندسی سرم که به صورت یه فرم تخم مرغی هست رو میدونم و تقریبا یه سری جاها رو از خودم میزنم که زیر بینی سایه داره، زیر لب سایه داره، رو اینا رو از خودم انجام میدم. اینم نتیجه چالش من که میتونید ببینید. البته خب چالش سختی بود واقعا، تعداد باری که رفتم و اومدم کالری زیادی سوزوندم. دقت داشته باشین که مراحل طراحی چهره حتما به این شکلی نیستش که من انجام دادم. من اگه میخواستم یه چهره رو به صورت مدل زنده کار بکنم یا از روی عکس کار بکنم، سراغ ساختمان سر و آناتومی سرش هم میرفتم، اجزای چهره رو تا حدی ساختمانش رو میدونستم و کار برام راحت تر بود. اما این ترتیبی که انجام دادم ترتیبی بودش که توی طراحی پایه توی اون 8 جلسه، مخصوصا 5 جلسه اول بهتون گفتم و از همون روش استفاده کردم که توی حافظم ثبت بشه. اگه علاقه من به طراحی ذهنی هستید، توصیه میکنم تمرین جلسه 10 و این تمرین رو به صورت مداوم کار بکنید. همونطور که ابتدای فیلم هم گفتم، حداقل هفته ای 2 تمرین بکنید. این تمرین هم انجام بدید و اگه دوست داشتید از طراحی و چالشتون عکس بگیرید، به صورت استوری یا پست ما رو تگ بکنید. یه جایزه هم بدیم نه؟ نمیدونیم، فکر میکنیم. آره، یه جایزه رو مشخص میکنیم و تاریخش هم تو اردیبهشت، حالا ما هم جایزه رو مشخص بکنیم و هم تاریخشون صحبت بکنیم با بچه ها. تو اردیبهشت فکر میکنم خوب باشه که فرصت داشته باشید چالش رو انجام بدید و به فرد منتخب جایزه رو میدید. در مورد قرعه کشی جایزه فروردین هم قرار ماهانه بشه که توی لایو نتیجه قرعه کشی صحبت میکنم. خب دیگه صحبتی نیست، چالش جزایی بود. به چشم تفریح واقعا بهش نگاه بکنید. مثلا تو مسیر رفت و آمدتون میتونید برقصید. اشتباه گفتم؟ برقصن دیگه. نگید آقای تهانی. چه اشکال داره؟ آره میتونید برقصید. بابا کی وسط زب؟ بفرمایی؟ کیه؟ با شما کار دارم آقای تهانی. سلام، در خدمتم. میگه میتونم برخصم؟ چی؟ ولی کلیپ تازه داریم ضبط میکنیم، اگه اشکال داره حذفش میکنیم. فعلا با ما بیا، خودت حذف میکنیم. نه باور کنین شوخی بود. آره بریم یه جا، هم شوخی میکنیم هم میرخصیم. نه خانم ناروی، این قسمت ها رو حذف کنید، بگید زود. آره میام. زود، خیلی زود. ما چیزی رو حذف نمی‌کنیم. کار اشتباه باید گزارش داده بشه. کار من هم بدون اجازه برداشتن. حقوق همه هم که دیر میدن. بدون هماهنگی هم که جایزه تعیین میکنن. علاوه آقای تهانی هم نیستن. با حقوقشون میتونیم هر ماه مثل قرعه کشی فروردین یک جایزه تعیین کنیم. برای این چالش هم اردیبهشت به یک نفر منتخب جایزه میدیم. ممنون که همراه ما بودین. من برم که دوره آبرنگو برای اردیبهشت ماه شروع کنم.